با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم برنامه در جستجوی عدالت که همه هفته از این کانال تلویزیونی به نظایتون میرسه اختصاص دارد به مباحث حقوقی، تاریخی و اجتماعی کارگردان فنی برنامه آقای سپر هستن که پیشا پیش از محبت و مدیریتشون سپاسگزاری میکنن در برنامه این هفته مایلم مقدمتا اشاره کنم به مطلبی که دو سه هفته قبل بنده داشتم در زمینه نامه سرگشاده ای که من به آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران نوشته بودم و در اینجا به نظر بینندگان گرامی رسوندم در اون نامه عرض کردم که چون سالها پیش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مقطع لیسانس من و آقای روحانی هم کلاس بودیم و هم درس بودیم و بعد از این تحولات چهاردهه دهه اخیر صلاح دیدم که با این دوست قدیمی و هم درس پیشین گفتگویی داشته باشم و نامه سرگشاده ای رو برایشون منتشر کردم یکی از بینندگان گرامی برنامه تلویزیون فردا ایران فردا دوست ناشناخته به نام آقای مرداد رضوی که سایتی دارند و معمولا به پاسخگویی به بعضی از برنامه های تلویزیون ما و سایر برنامه های خارج از کشور میپردازند و در ماههای گذشته هم دو سه بار نسبت به برنامه بنده اصحای لطفی کرده بودند و پاسخهایی رو که به نظرشون مناسب میدید به سخنانی که بنده اینجا عرض کرده بودم داده بودن در زمینه نامه سرگشاده من به آقای روحانی هم ایشون در سایت خودشون پاسخی رو دادن که من با اینکه در این برنامه بنا ندارم که اصولا گفتگوی دو نفره بشه و پاسخگویی باشه اما لازم دیدم که اشاره ای داشته باشم به مطلبی که آقای مرداد رزوی مرقوم فرمودن ایشون که به عنوان اهل قلم و اهل فلسفه این سایت خودشون رو اداره می کنند. چنین مرغوم فرمودند در برنامه در جستجوی عدالت که توسط سیروس مشکی وکیل دعاوی ساکن امریکا به صورت هفتگی تهیه و از یک رساله فارسی زبان خارج از کشور به نام ایران فردا پخش می شود در تاریخ 11 شهری بر ماه 1395 خورشیدی و در ابتدای برنامه مشارون لعی نامه سرگشاده ای را که برای همدرس پیشین خود در دانشکده حقوق دانشگاه تهران یعنی ریاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی نوشته بود برای مخاطبان برنامه خواند به بررسی فراسهای از نامه توجه کنید و بعد ایشون سه نکته رو از این نامه برگزیدند و راجبش نظر دادند که بنده مایلم ما به اون اشاره کنم در قسمت اول فرمودن در ابتدای نامه سیروس جان نوشتند که ملتی که یک این مطلبی بود که از نامه من نقل کردن ملتی که یک پارچه و یک دل شده بود قبل از انقلاب اسلامی بعد از انقلاب دوچار مشکلات شدیدی شد در متن نامه که بنده نوشته بودم این جمله آمده آقای رئیس جمهور زمانه غریبی است ملتی که با وجود قبایل و توایف متفاوت همواره یک پارچه و یک دل مانده بود در سالهای پس از فروپاشی نظام پادشاهی با رهبرانی دست به گریبان شد که خودی را از بیگانه و متحد و از غیر مکتبی و هماندیش را از دگرندیش جدا ساختند گروهی در این سرزمین برآمدند که به جای یگانگی و یک پارچه سازی این ملت میان آنها خط کشیدند و به بهانه های مختلف دوری و جدایی را فزونی بخشیدند و تا آخرش ایشون فرمودن که با اشاره به این جمله فرمودن این عزیز جان این ملت یک پارچه و یک دل شده بود که انقلاب کند و در وضع خود تغییرات مثبت و مفید به وجود آورد لاکن رزالت دشمنان ملت ایران در داخل و خارج از کشور و حماقت برخی از هموطنان ساده اندیش کار را به اینجا رسانید خب البته در ش... ادامه میدن البته در شرایط آشفته فعلی جهان دشمنان فتنگر از کرده خیش پشیمان شده مثل همار در گل ماندن لیکن همانطور که توصیه کردی لازم است که تا ملت و دولت یک دل و متحد به رفع مشکلات احتمام ورزند این که فرمودن که بنابراین یک دل و یک پارچه شده بود که انقلاب کنه بله یک دل و یک پارچه بود من منظورم از یک دل و یک پارچگی در داشتن هدف برای یک انقلاب و یک ویرانسازی و یک دگرگونی چنین خانمان برانداز نبود منظورم این بود که اقوام مختلفی که در ایران زندگی می کردند از قبیل کرد و لور و بلوچ و آزری و غیره و یا پیروان مذاهب مختلف و ادیان گوناگون از هر رده ای که بودن در واقع نوعی اتحاد مسالمت و یک پارچگی ملی داشتن یعنی همه خود رو ایرانی می دونستن. ما دیگه خطی بین ملت نداشتیم که افراد رو به دلیل قومیت یا نژاد یا مذهب و عقیدهشون جدا کنه درست مطلبی که بعد از انقلاب اتفاقا برعکس شد و همه مثل زمان قدیم که میآمدن آمدن های مذهبی رو بهشون یه لکه می چسبوندن یا رنگی به پیشانیشان می زدن یا لباس های مخصوصی تنشون می کردن یا می بودن به نقاط خارج از شهر جدا می کردن از بقیه یا بر سردر مغازه هاشون علائمی میگذاشتن که کسی با اینها معامله نکنه این اتفاقی است که الان در قرن 21 متاسفانه بر اثر انقلابی که در ایران شد اتفاق افتاده و اخیرا رهبر اسلامی ایران هم در مطلبی که راجب نفی آقای احمدی نژاد از اینکه بخواد برای بار سوم کاندید ریاست جمهوری بشه گفته است که ملت انقدر دوچار تشتت هست که ایشون با آمدنش نباید به این تشتت و تفرقه دامن بزنه در قسمت دیگر پاسخی که آقای رضوی فرمودند نوشتند در قسمتی از نامه به ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب کردی که میدانم که گاه ناچارید که آنچرا, آنچرا استاد ازل گفت بگویید بله بنده در متن نامه جملم این است این را نیز خوب میدانم که دست و پایتان در چنبره غریبی بسته آمده است و گاه ناچارید آنچه استاد ازل گفت بگویید امید من آن است امید من اما آن است که آرای مردمی را که به شما به چشم واپسین پناه می پاس دارید و در این راه از تحمل بهای سانگینان دریغ نبرسید آقای رضایی فرمودن البته که همه مخلوقات تخالق یکتا باید مطیع فرمان و مجری خواست استاد ازل باشند و ریاست جمهوری اسلامی ایران هم از این قضیه مستثنا نیست ایشون البته به نظر من تجاهل العارف میفرمایند برای اینکه منظور من از استاد ازل خالق عالم نیست بلکه خودشون بهتر میدونن که مقام ریاست جمهوری و سایر مقامات باید تابع کدام استاد ازل باشند بر بخش سوم پاسخشون آقای رزوی نوشتن در انتهای آن نامه سرگشاده سیروس جان به ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت که برخی به شما به عنوان واپسین پناه مینگرن یعنی <applause> <applause> آنکه سیروسیان به وجود یک شرک خفی اشاره دارند که از دامان موحدین هموطن به دور است واپسین پناه اگر که فکر میکنن که شرک یعنی که واپسین پناه خدای باری تعالی و اگر که کسانی به رئیس جمهور منتخب ملت به عنوان واپسین پناه نگاه میکنند مشرک هستند چون برای خدا شریک قائل شدند خب البته این برداشت آقای رزوی است ولی طبیعتاً آنانی که قدری انصاف و بصیرت و امان نظر دارن میدونن که منظور بنده چه بوده است من اجازه بدید که بیش از این راجع به این موضوع صحبت نکنم من در هفته گذشته بسیاری از پرسش ها و نظرات شما به من رسیده ایمیل توسط ایمیل که شاید بتوانم امروز پاسخوی بعضی از اونها باشم اگر نه در برنامه آینده هفته آینده حتما به ایمیل های شما پاسخ خواهم داد اما امروز مایل بودم که به یک موضوع مهمی که در زمینه انتخابات رئیس جمهوری امریکا این روزها مطرحه اشاره بکنم چون میدونید که تنور انتخابات امریکا داره داغ میشه و تا حدود یک ماه دیگر انتخابات رئیس جمهوری جدید امریکا برگزار خواهد شد و بین دو کاندیدایی که وجود داره یعنی آقای دانالد ترامپ و خانم هیلری کلینتون مبارزه سختی پیش آمده اولین دیبیت و مناظره اینها یکی دو هفته پیش انجام شد دو دیبیت و مناظره دیگر هم خواهند داشت که البته این مناظره ها خیلی تعیین کننده نیست در سرنوشت انتخابات بلکه بر اساس نظر آگاهان و صاحب نظران شاید یک یا دو درصد بتونه آرای مردم رو به نفع یا به ضرر یکی از نامزدها تغییر بدهد ولی در گذشته بعضی از مناظره های معروفی که انجام شد که به نظر ناظران خیلی موثر بود در تصمیم گیری مردم برای گزیدن رئیس جمهور خودشون اولین مناظره انتخاباتی بود در تاریخ امریکا که بین پرزیدنت جان کندی جان اف کندی و رقیب مبارزاتی او آقای ریچارد نیکسون انجام شد در اون زمان که اولین بار از تلویزیون چنین مناظری پخش می شد آقای نیکسون به هیچ وجه ظاهرا آمادگی نداشت مرتب عرق می کرد مرتب آب می نوشید و به نوعی پریشان حال به نظر می رسید در حالی که رقیب او جان کندی کاملا مسلط بود و بسیاری از آگاهان معتقدند که همون مناظره باعث شد که جان کندی به ریاست جمهوری برسه در مناظره دیگری که چند سال بعد برگزار شد آقای دوکاکیس که به شدت مخالف مجازات اعدام بود اولین سوالی که مادریتور مناظره از او کردیم بود که روز گذشته اگر شما رئیس جمهور شدید و روز گذشته همسر و دختر شما رو در خیابانی گرفتن بهشون تجاوز کردن و به قتل رسوندن آیا شما هنوز با اعدام اون مرتکب یا مرتکبین مخالفین و آقای دوکاکیس با خونسردی و بدون نشون دادن هیچ گونه عواطفی گفت بله من مخالفم من نباید اون شخص رو ادام کرد و خیلی ها معتقدن که همین بی احساسی و بی که در این مناظره نشون داد باعث باخت او شد اجازه بدید که به یک موزیک ویدیو توجه کنیم باز میگردم و به گوشه دیگری از نکات جالب در مورد ریاست جمهوری امریکا اشاره خواهم کنیم

میدونن میدونم موجوی دریو میدونن شکستن فقط تو بابا میدونن فقط تو میدونن رود خونه ها رود خونه ها منم میخوام راهی بشم برم به دریا برسم ماهی بشم ماهی بشم, ماهی بشم باز کردیم بینندگان گرامی بعد از دیدن این موزیک ویدیو بعد در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در امریکا سخن میگفتم اشاره کردم به نقش مناظره های تلویزیونی که کاندیداها ها دارند و اینک مایلم که به یک نکته دیگر اشاره کنم و اون مسئله افشاء سوابق پزشکی نامزدهای ریاست جمهوری در امریکاست در هفته های اخیر به خصوص این مسئله خیلی حاد شد وقتی که خانوم هیلری کلینتون وقتی که از مراسمی که به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر خارج می شد تعادل خودش را از دست داد در هنگام سوار شدن به ماشین و در حال فرو افتادن بود که مامورین محافظش او رو گرفتن و به داخل اتومبیل بردن و دو سه روزی در آپارتمان دخترش استراحت کرد و آمد و بعد معلوم شد که ایشون دو روز بوده که به بیماری زاتوریه یا نمونیا مبتلا بوده و این موضوع رو اعلام نکرده بودند به طور عمومی برای مردم و جنجالی شد و هیاهوی بسیار در مطبوعات و اینها که چرا این دو روز مردم امریکا رو از حقیقت وضع پزشکی ایشون دور نگه داشتن بلا فاصله هم خانم هیلری کلینتون یک گزارش یک صفحه ای از پزشک معالج خودش دریافت کرد که در او نوشته بود که ایشون سلامتی کامل داره و میتونه پست ریاست جمهوری رو به عهده بگیره در همون زمان آقای ترامپ هم یک گزارش یک صفحه ای پزشکی از خودش داد که اهل اه اه عالم رو از سلامتی خودش مطمئن کنه البته باید توجه کنیم که خانم هیلری کلینتون 68 سالشه آقای دانالد ترامپ 69 سالشه هر کدوم اینا اگر به ریاست جمهوری برسند به ترتیب 69 و 70 ساله خواهند بود و در واقع پیرترین رؤسای جمهور امریکا خواهند بود در دوره اول ریاستشون و به همین دلیل مسئله این که آیا چقدر سلامتیشون دوام خواهد داشت و میتونن دوره چهار ساله و احیانا هشت ساله رو به موفقیت بگذارونند مطرح خواهد بود در طول تاریخ رؤسای جمهور بسیاری بودند که از لحاظ سلامتی مشکل داشتند بیماری های خاصی داشتند و خیلی ها این بیماری ها رو پنهان کردن از مردم در همین فوریه امسال 2016 آقای پرزیدنت اوباما یه گزارشی مربوط به سلامتی خودش منتشر کرد که بسیار مختصر بود و این گزارش در دو صفحه بود و فقط مسائلی مثل اطلاعات کلی از قبیل قد و وزن و میزان کلسترول و چربی های اضافی و مقدار گلوکوز در بدن ایشون رو شامل میشد و همچنین داروهایی رو که مصرف میکنه در این نامه آمده که ایشون گاهگاهی مشروب می نوشه و در آخر هم نتیجه گرفته شده که در نهایت سلامتی است و تونه تا پایان دوره ریاست جمهوریش به کار خودش ادامه بده در سال 2006 گزارش مشابهی از در مورد پرزیدنت جورج دبلیو بوش در چهار صفحه منتشر شد که اون هم حاوی جزئیات پزشکی بود در خانومه که هیلری کلینتون سال قبل در این در سال 2015 وضعی گزارشی پزشکی خودش رو یک بار دیگه منتشر کرده بود که در اون به بیماری خاصی اشاره شده بود در مورد خانم هیلینتون کلینتون که ناشی از کمبود هورمون در بدنه و از سال 2012 مبتلا به این بیماری شده است محوزا خانم دکتر لیزا باردا که پزشک خصوصی هیلری کلینتون هست در خاتمه نتیجه گرفته که ایشون این بیماری نمیتونه مانع انجام وظایف ریاست جمهوری باشه و ایشون موفق خواهد بود که تا پایان دوره به خدمت خودش ادامه بده نامه ای که دانالد ترامپ در دسامبر گذشته راجع به سلامتی خودش منتشر کرد در چهار پاراگراف چهار جمله بود فقط و پزشک ایشون که از سال 1981 پزشک شخصیش بوده در این نامه اطمینان داده بود که در 39 سال گذشته دانالد ترامپ هیچ مشکل خاص پزشکی نداشته و ارقام مربوط به فشار خون و همچنین مصرف آسپرین با دوز پایین رو و داروهای ضد کلسترول در این نامه آمده است و آقای دکتر هارالد بونستین که پزشک شخصی دانالد ترامپ چنین نتیجه گرفته که <applause> اگر آقای ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب بشود قطعا سالم ترین فردی است که تاکنون به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شده البته از لحاظ جسمی منظورشونه حالا <applause> بسیاری معتقدند که چرا اینقدر باید مسئله سلامت یا بیماری رئیس جمهور امریکا مهم باشه اجازه بدیدی اشارهی بکنم به بعضی از سوابق تاریخی در این زمانه در سال 1893 که گروور کلیولند دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو تیمی کرد ایشون عملی داشت به خاطر سرطان زبان و تحت عمل جرایی قرار گرفت ولی از این عمل جان سالم به در برد و تا پایان سال 1897 در کاخ سفید ادامه داد این عمل رو در اون زمان به اطلاع مردم امریکا نرسوندن و فقط نه سال بعد از فوت ایشون یعنی در سال 1917 مسئله علنی شد پرزیدنت وودرو ویلسون در سال 1919 سکته مغزی داشت در کاخ سفید و این دو سال مونده بود به اینکه دوره ریاست جمهوریش تموم بشه مهازا این موضوع رو از مردم امریکا پنهان کردند و دو سال پایان حکومت وودرو ویلسون رو خانومش ادیت در واقع امریکا رو اداره میکرد و هیچ کس متوجه نشد که پرزیدنت ویلسون در اثر فلجی که بر اثر سکته مغزی گرفته نمیتونه اداره کنه مملکت رو جانشین ایشون وارن هاردینگ نیز شانس بیشتری نداشت اون در سال 1923 دو سال بعد از اینکه به ریاست جمهوری امریکا رسیده بود در سفری که به سان فرانسیسکو داشت بر سکته درگذشت و ولی همسرش اجازه نداد که از بدن او کالبوت چه کافی بشه در زمینه سوابق پزشکی رؤسای جمهور امریکا مسئله پرزیدنت فرانکلین روزولت مهم پرزیدنت فرانکلین روزولت میدونید به اعتقاد بسیاری از تاریخ شناسان بزرگترین و موفق ترین رئیس جمهور امریکا بوده ایشون تنها رئیس جمهوری است که برای دوره چهارم هم به ریاست جمهوری انتخاب شد ولی در یک سال در از آغاز دوره چهارمش نگذشته بود که درگذشت پرزیدنت روزولت با همه بزرگی و عظمتی داشت و خدماتی که کرده بود ایشون در سر فلج اطفال دوچار نوعی فلج بود که قادر به حرکت و راه رفتن مستقیم نبود و مغازا تا سال 1933 با قدرت کامل ریاست جمهوری امریکا رو بهده داشت و بعد از فوت او جانشین او ریاست هری ترومن جنگ دوم رو به پایان رسوند در سال 1945 همچنین پرزیدنت دوایت ایزنهاور در دوره اول ریاست جمهوری خودش در سال 1955 سکته قلبی کرد و وضع سلامتیش طوری بود که هیچکس فکر نمی‌کرد ایشون بتونه دوره اول رو به پایان ببره ولی دوره اول رو با موفقیت به پایان برد در دوره دوم هم تا پایان دوره خدمت کرد و در سال 1969 چند سال بعد از اینکه دوره دومش به پایان رسیده بود درگذشت جانشین او پرزیدنت کندی به بیماری ادیسون مبتلا بود ولی این موضوع هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید و خیلی ها معتقدند که اگر در سال 1960 که کندی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهوری امریکا مردم میدونستند که چنین بیماری داره شاید هرگز انتخاب نمیشد و نیکسون پیروز میشد البته کندی میدونیم در سال 1963 نه به علت اون بیماری بلکه به علت تروری که در شهر دالاس اتفاق افتاد درگذشت لیندون جانسون که جانشین کندی بود در سال 1965 عمل جراحی داشت ولی ایشون هیچ پن پرد پوشی نمی کرد و حتی پیراهن خودش رو در مقابل خبرنگاران بالا زد و جای عمل رو به اونها نشون میده در انتخابات سال 1972 توماس تاماس ایگلتون که ایشون نامزد معاونت ریاست جمهوری بود سابقه بستری شدن در بیمارستان به علت دیپریشن یا افسردگی داشت و این موضوع رو پنهان کرد و به اطلاع مردم نرسون وقتی که این موضوع افشاگری شد مجبور شد که از انتخابات از مبارزات انتخاباتی کنار بره بیل کلینتون در سال 1992 از افشای سوابق پزشکی خودش امتناع کرد و به طوری که روزنامه های اون زمان نوشتن از تمام رؤسای جمهوری کمتر صادق بوده است کلینتون در افشای مسائل پزشکی خودش در دوره دوم در سال 1996 هم باز منتشر نکرد سوابق پزشکی رو و به خاطر همین رقبای او شایعه کردن که او یه بیماری های خاصی داره که مایل معرفی نکنه در سال 1976 یوجین مکارتی هم به دلیل اینکه سوابق پزشکی خودش رو محرمانه میدونست اعلام نکرد آقای اوباما در سال 2008 یک گزارش یک صفحه ای فقط از وضع پزشکی خودش منتشر کرد و ولی هیچ مدارک و زمائمی به اون اضافه نکرد در حالی که رقیب او آقای مک کارتی، مک رکورد 1200 صفحه‌ای پزشکی خودش رو کاملا در اختیار خبرنگاران گذاشت البته هنوز ضابطه دقیقی برای و قانونی برای اینکه نامزدهای ریاست جمهوری رو مکلف بکنه به اینکه سواب پزشکی خودشون رو منتشر کنند وجود نداره اما به صورت یک عرف سیاسی در اومده برای اینکه مردم امریکا میخوان بدونن رئیس جمهوری که انتخاب میشه و بزرگترین مقام سیاسی دنیا رو به عهده داره و قدرت شگفتانگیزی داره در اثر برای اداره امور و تصمیم گیری در موارد بحرانی از لحاظ سلامتی چگونه است و در سال 2014 رایگیری که ماسی گالوب کرد مردم امریکا عقیدهشون بر این بود که دانستن اونها آگاهی اونها از وضع سلامت رئیس جمهوری بسیار مهمه و باید به صورت قانون و اجباری در بیاد سوابق مالیاتی رؤسای جمهور هم ملاک عمله تا کنون همه رؤسای جمهوری رو منتشر کردن به جز آقای دانالد ترامپ که هنوز از افشای سوابق مالیاتی خودش خودداری کرده تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش